بسم الله الرحمن الرحیم من دکتر محمد فرجو هستم و بحثی که امروز با هم دیگه داریم در رابطه با داروهای بیهوش کننده هست در این بحثمون انتظار میره که در پایان صحبت همه ما یه تعریف درستی از مفهوم بیهوشی در ذهن داشته باشیم با گروه بندی داروها آشنا باشیم پروتکل های بیهوشی رو بشناسیم با مکانیسم داروهای بیهوش کننده آشنا باشیم فارماکولوژی بیهوش کننده های استنشاقی و تزریقی رو بدونیم و مفهوم بیهوشی متعادل یا بالانس آنستزیا رو درک کرده باشیم بیهوشی علیرغم اینکه این که فکر میکنیم همه معنیش رو بلدیم و اون فقدان هوشیاری است ولی یه خورده مفهومش توی داستان پزشکی یه خورده مفصل تره. وقتی ما از بیهوشی صحبت میکنیم یعنی اگر یه تحریک دردناکی به بیمار وارد بشود بیمار اون تحریک رو درک نکنه یعنی آنالجی زیاد داشته باشه از طرفی هیچ واکنشی هم نشون نده یعنی رفلکس های موتور و حرکتی هم از کار افتاده باشه و ماسه ریلکسیشن اتفاق افتاده باشه loss of consciousness یا همون عدم هوشیاری رو داشته باشه که ما بیشتر بیهوشی رو فقط با این میشناسیم ولی این جزئی از بیهوشی کلی است و ضمناً های اوتونوم رو به صورت کنترل شده تحت تأثیر و مدیریت خودمون داشته باشیم و سیستم اوتونوم رو بتونیم استابیلایزش بکنیم جوری که بیمار مثلا از نظر ضربان قلب یا تنفس یا فشار خون زیر نظر و کنترل متخصص یا تکنیسیان بیهوشی باشه مجموعه این عوامل است که ما به عنوان یک بیهوشی جراحی یا سرجیکال آنستزیا ازش نام میبریم گروه های دارویی که در این بحث راجبش صحبت خواهیم کرد دو گروه اصلی هن. یکی استنشاقی یا اینهیلد و دوم اینتراونوس یا وریدی استنشاقی ها یکیش میتونه گاز باشه که اصلا منظور اینه که به طور طبیعی حالت گاز داره که اکسید نیترو هم از نظر تاریخی و هم هنوز از نظر مدیکال و طبی بحث به اصطلاح مورد داروی مورد نظر ما هست و بعد مایاتی که میتونن حالت ولاتایل یا فرار پیدا کنن یعنی به صورت گاز در میان که حالوتان حالا نمونش هست که ما حالا نمونه های دیگه مثل ایزوفلوران و غیره رو هم داریم داروهای اینتراونوس یا وریدی گروه باربیتورات ها رو داریم مثل تیوپنتال و دارویی رو داریم به نام کتامین که داروی بسیار معروف و مهمی هست یه نوع بیهوشی خاصی ایجاد میکنه که ازش به عنوان دیسوشیتیو یا نام میبریم گروه های متفرقه رو داریم مثل پروپوفول داروی مهمی است و اتامیدیت همچنین یه سری داروها هستند که راستش رو بخواید جزو داروهای بیهوش کننده نیستن ولی تو بیهوشی به کار میرن از جمله اوپیوید ها رو ما داریم و بنزودیازپین ها رو داریم که حالا تو بحث بیهوشی متعادل خدمتتون عرض خواهم کرد پروتکل های بیهوشی معمولا میتونه یه طیفی رو در بر بگیره از حالت خفیف تا حالت نسبتا شدید تاری. یه فرمش هست که ما میایم اصطلاحا بهش میگن کانشس سدیشن یا اینکه بیمار هوشیار هست میتونه دستورات ما رو اجرا بکنه اما در این حال سدیت یه مقدار خوابالوده و آرامه نسبت به تحریکات دردناک خیلی ممکنه که پاسخت چندانی نشون نده در بچه هایی که مثلا میخوایم کارهای مینور روشون انجام بدیم مثلا فرض کنیم پسر بچه هایی میخوایم ختنش کنیم یا احیانا توی سالمندان و افرادی که بیهوشی ممکنه براشون های ریسک باشه و باز بخوایم کارهای جراحی مینور انجام بدیم تو اینجور افراد گزینه خوبی است. اما بعضی وقتا نه ما نیاز داریم که بیهوشی کامل ایجاد کنیم یعنی واقعا اون ارکان بیهوشی که قبلا خدمتتون عرض کردم یعنی عدم هوشیاری استابیلایز شدن و پایداری سیستم اوتونوم از بین بردن حس درد و اینها همه رو ما لازم داریم تو این حالت یا نیاز داریم که بیهوشی رو بتونیم سریع ایجاد بکنیم و ضمنا بتونیم تداومش بدیم پس ما یک ایجاد یا اینداکشن بیهوشی داریم و یک تداوم یا مینتننس بیهوشی داریم که برای ایجاد بیهوشی ما معمولا میایم از داروهای تزریقی استفاده میکنیم برای تداوم بیهوشی از گازهای بیهوش کننده حالا به اضافه یا بدونه داروهای تزریقی استفاده میکنیم ولی برای اینداکشن معمولا داروی تزریقی استفاده میشه و تداومش با گازهای بیهوش کننده است بعضی وقتا هم فقط یه بلوک عصبی عزولانی ایجاد میکنیم که فرض بفرمید مثلا میخوام روی یک اندام فقط یه کاری رو انجام بدیم بیمار رو دیگه کاملا بیهوش نمی کنیم یا فرض کنید تو بحث زایمان های بی درد. الان این بحث مطرحه که اون زاوو کاملا هوشیاره و فقط از کمر به پایین مثلا فرض کنید حس درد رو از بین میبریم انواع بلوک های عصبی ازولانی که در جای خودش صحبت خواهد شد مکانیسم عمل داروهای بیهوش کننده متنوع یه طیفی رو در بر میگیره از اونجایی که هوشیاری به مغز مربوطه پس طبیعتا این داروها هم روی مغز اثر میکنن و از اونجایی که مغز صد خونی مغزی رو ما داریم و بحث قشای سلولی رو ما قشای نورون ها رو داریم پس بحث به اصطلاح حلالیت این داروها در چربی خیلی بحث مطرح و مهم بود. من هیسل مجموع خیلی از این داروها میان رسپتور گابا به خصوص گابای تیپ A رو میان فعال میکنن که یک رسپتور مهاری است و از فایرینگ یا به اصطلاح فعالیت نورون های مغز جلوگیری میکنه حالا بستگی به اینکه این, این نورون ها تو کدوم قسمت باشن و کدوم به اصطلاح فانکشن مغزی رو کنترل کنن طبیعتا اون فانکشن دچار اختلال خواهد شد یه بعضی از داروها مثلا مثل کتامین اینها مکانیسمشون در حقیقت اینه که میان رسپتور تحریکی رو مهار میکنن رسپتور NMDA یه رسپتور تحریکی است ولی کتامین میاد این رسپتور رو مهار میکنه همچنین خیلی از این داروها با دیدن میان روی رسپتور استیل کولینی هم علاوه بر حالا مکانیسم های قبلی میتونن تاثیر بذارن یا بعضی هاشون میتونن بیان رسپتور گلایسین رو که باز یه رسپتور تحریکی هست مهار بکنن بنابراین یک تیفی از اثر ما از این داروها میبینیم که حالا بعضا هم ممکنه فقط یک اثر نباشه مجموعی از این اثرات کم و بیش میتونه نتیجه نهایی استفاده از اون دارو رو مشخص بکنه من همینجا یه توضیحی هم اضافه کنم و اون اینکه وقتی که این داروها میتونن فانکشن های مغزی رو ساپرس بکنن و کاهش بدن طبیعتا یکی از عوارض این داروها به طور طبیعی میتونه ساپرس کردن فانکشن قلبی عروقی و, و همچنین ساپرس کردن ونتیلاسیون بیمار باشه به طور کلی این اثر رو دارن حالا بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر ولی این یک اثر کلی هست که باید مد نظرمون باش خب اگه بخوایم از گازهای بیهوش کننده شروع بکنیم که گفتیم دو گروه داریم گازهای بیهوش کننده و داروهای تزریقی در مورد گازها ما انواع مختلفی از این گازها رو داریم مثلا فرض کنید اکسید نیترو یا هالوتان ایزوفلوران متوکسیفلوران و انواع گازهای بیهوش کننده که استفاده میشه Uh, یه تعریفی داریم برای گازهای بیهوش کننده به عنوان مک مخفف مینیموم آلوئولار کانسنتریشن یا حداقل غلظت آلوئولی منظور آلوئول های ریه هست چون گاز هست و با استنشاق وارد آلوئول های ریه میشه اون مقدار به اصطلاح گاز بیهوش کننده که بتونه نیمی از بیماران رو در برابر محرک های دردناک که استاندارد شده باشن در اینها بیدردی ایجاد کنه در نیمی از این بیمارا بتونه بیدردی ایجاد کنه ما قلزت رو میگیم مک یا مینیموم Alveolar Concentration طبیعتا هرچی مقدار مک کمتر اون گاز بیهوش کننده قوی تر خواهد بود یعنی با قلزت کمتری تونسته که نیمی از بیماران رو در مقابل اون تحریک دردناک فاقد واکنش بکنه پس داروی قویتری خواهد بود تو این مکی یه سری عواملی موثرن این عوامل به طور کلی راجبشون بهشون بخوایم بحث کنیم حلالیت گاز بیهوش کننده در خون هست چون وقتی داره از طریق استنشاق وارد ریه میشه محل اثرش که ریه نیست محل اثرش مغزه و باید از ریه به مغز برسه و از طریق جریان خون میرسه پس این بحث حلالیت مهمه برخلاف اون چیزی که اول ممکنه به ذهن آدم بیاد که هرچی حلالیت بیشتر پس اثر بخشیشم سریعتر قضیه کاملا برعکسه یعنی اگر حلالیت گاز کمتر باشه توی خون خیلی سریعتر به تعادل میرسه این کلمه رو روش دقت کنید بحث تعادل بین فشار گاز در آلوئول آل و فشار نسبی گاز در خونه اگه گاز خیلی در خون محلول باشه یعنی خون حجم زیادی از گاز رو میتونه در خودش بپذیره و نگه داره و نذاره به مغز برسه ولی اگه حلالیت کم باشه خیلی سریع فشار نسبی گاز یا پارشیال پرشر این گاز توی خون میره بالا و به تعادل میرسه و بعد توی مغز میتونه این گاز از خون خارج بشه پس حلالیت کمتر باعث میشه پارشیال پرشر گاز در خون سریع تر بره بالا فشار نسبی گاز توی خود ریه هست اینجا اون چیزی که فکر کنید درسته یعنی هرچی درصد گاز در اون مقدار اکسیژنی که جراح یا متخصص بیهوشی داره به بیمار میده بیشتر باشه سرعت اینداکشن بیهوشی و شروع بیهوشی هم بیشتره ریت ونتیلاسیون طبیعتا هرچی باز بیشتر باشد سرعت ایجاد بیهوشی بیشتره به خاطر اینکه مقدار بیشتری گاز بیهوش کننده به مغز میرسه جریان خون ریه باز یه مقدار دقت میخواد به این معنی که اگر فرض کنید شما دارید یه جوهری رو قطره قطره توی یه جوب آبی میچکنید کنید اگه اون آب جریانش خیلی سریع باشه اون جوهر تجمع پیدا نمیکنه ولی اگه جریانش کند باشه اون جوهر یه مقدار میتونه تجمع پیدا کنه یه مثال فقط برای نزدیکتر شدن ذهنتون بنابراین اگه جریان خون ریه خیلی کم باشه سرعت ایجاد بیهوشی بیشتره چون زودتر فشار گاز میره بالا چون خون زیادی نمیاد که بتونه اون گاز رو بشوره و ببره کجا این داستان به کار ما میاد تو بحث شوک یعنی بیمارایی که تو شوک هستن و جریان خونشون کم هست پرفیوژن کم هست تو اینها سرعت اینداکشن بیهوشی اگر لازم باشه که این کار رو بکنیم خیلی بالا میره بحث بعدی گرادیان فشار شریانی وریدیه که هرچه تفاوت این به صلاح فشار نسبی گاز توی شریان نسبت به ورید که بیشتر باشه بنیش این هستش که گاز در بافتهای دیگه بیشتر برداشت شده و کمتر به مغز رسیده یه اثر دوگانه ای البته داره ولی در هر صورت مثلا در مورد گازهایی که ممکنه برن توی بافت چربی تجمع پیدا کنند یه مقدار اثرشون رو به تعویق خواهد انداخت مجموعه این عوامل تعیین میکنه که یک گاز بیهوش کننده با چه سرعتی و با چه قدرت و شدت و عمقی میتونه بیمار رو بیهوش کنه و بیهوش نگه داره خب اون بحث بیهوش کننده استنشاقی بود بیهوش کننده تزریقی رو داریم شامل پروپوفول باربیتورات ها بنزودیازپین ها کتامین اوپیویت ها و اتامیدیت پروپوفال یکی از داروهای تزریقی مهم در بیهوشی هست خیلی کاربرد زیادی داره و خیلی هم سریع میتونه اثر بکنه باربیتورات ها مثل متا... متاربیتال اینها متاهگزیکال متو زبط مجدد بیهوش کننده تزریقی شامل پروپوفول، باربیتورات ها، بنزودیازپین ها، کتامین، اوپیوید ها و اتامیدیت. پروپوفول یک از داروهای بسیار پرکاربرد هست توی بحث بیهوشی، خیلی سریع میتونه بیهوشی رو ایندیوس بکنه و ایجاد بکنه. و خدمتتون ارز کنم مشکلش این هستش که یه مقدار میتونه ایجاد حالت تهوع بکنه تو زمان ریکاوری باربیتورات ها مثل همون مثلا متاربیتال یا خانواده دیگر باربیتورات ها مثل فن... که از خانواده فنوباربیتال هست اینها هم خیلی سریع میتونن ایجاد بیهوشی بکنن و بعضی وقتا حتی در یک گذر اول میتونن بیهوشی بدن یعنی زیر یه دقیقه میتونن ایجاد بیهوشی بکنن و همین خاطر داروی هستن که باز برای اینداکشن بیهوشی به کار میرن بنزو دیازپین ها مثلا مثل میدازولام رو میتونیم به کار ببریم که البته داروی بیهوش کننده نیست یه داروی سداتیف هست و از دسته بنزو دیازپین ها هست میدازولام ولی به عنوان داروی کمکی توی بیهوشی به کار میره هم برای آرام کردن مریض استرس مریض رو کم بکنه و هم برای اینکه کمک میکنه که دوز مورد نیاز داروهای بیهوش کننده کمتر باشه کتامین باز دارویی هستش که خیلی پرکاربرد دارویی هستش که خیلی سریع میتونه ایجاد بیهوشی بکنه یه حالتی ایجاد میکنه به نام نورولپت آنستزیا که بیهوشی و بیدردی با هم میتونه بده و از این نظر میتونه اثر خیلی خوبی داشته باشه اوپیویدها ها رو داریم مثلا مثل فنتانیل رو ما داریم یا سوفنتانیل رو ما داریم که باز از نظر کتگوری و طبقه بندی جزو داروهای بیهوش کننده حساب نمیشن و جزو همین دسته اوپیوید ها ولی باز توی به بالانس آنستزیا یا بیهوشی متعادل برای کمک به بیمار استفاده میشن به خصوص تو بیمارانی که به اصطلاح اینها مسم باشن و ظرفیت قلبی عروغیشون خیلی کافی نباشه اتامیدیت رو ما داریم داروی اتامیدیت جزو داروهای تزریقی هست که اونم در اتاق عمل باز کاربرد داره برای اینداکشن بیهوشی یه بحثی ما داریم به نام بیهوشی متعادل یا بالانس آنستزیا یعنی چی بالانس آنستزیا یعنی اینکه ما نیاییم تمام اهداف خودمون برای بیهوشی رو فقط با یک دارو بخوایم بهش برسیم یعنی انقدر قلزت دارو رو زیاد کنیم که بیمار هم هوشیاری رو از دست بده هم بیدرد بشود و اون چهار رکن بیهوشی رو ما به دست بیاریم بلکه ما میتونیم با مجموعه ای از داروها به همون اهداف خودمون برسیم سریعتر ایمنتر و سیفتر و با دوز کمتر بنابراین ممکنه که ما مجموعه ای از داروها را استفاده بکنیم نه فقط یک یا دو دارو رو مثلا برای ماس ریلکسیشنی که مورد نیاز جراح هست به خصوص تو جراحی های مثلا اندام که ما میخوایم یه شکستگی رو فرض بفرمایید میخواد یه ارتوپد جا بندازه و باید ازولاد شل باشه تا ما بتونیم این اندام رو حرکت بدیم و انقباز از دولانی مزاحم نباشه ما نمیایم انقدر داره بیوش کننده بدیم تا با دوز خیلی بالا به اون هدفمون برسیم نه میتونیم یه ماسه ریلکسن مثل مثلا پانکورونیوم استفاده کنیم یا فرض کنید برای بیدرد کردن بیمار میتونیم بیایم از داروهایی که خاصیت آنالجسیک دارن مثل فنتانیل که جزو اوپیوید ها هست یا حالا همون اکسید نیترو که جزو قدیمی ترین داروهای گازهای بیهوش کننده هست استفاده کنیم یا مثلا برای اتونومیک استابیلایزیشن میتونیم بیایم از داروی آتروپین که یک داروی آنتی هست استفاده کنیم حالا بیایم برای مثلا رسیدن به مقصود اینکه بیمار دیگه هوشیار هم نباشه از داروی بیهوش کننده حالا چه گاز مثل هالوتان چه تزریقی مثل پروپوفول استفاده کنیم بنابراین از مجموعه ای از داروها با خواص مختلف استفاده می شود تا ما به یک بیهوشی متعادل مورد نظر جراح برسیم که کمترین آسیب و عوارض رو هم برای بیمار داشته باشه چه موقع جراحی چه پس از جراحی موقع ریکاوری و به هوش اومدن بیمار همچنان بحث بیهوشی متعادل رو داریم پی میگیریم با این حساب که خدمتتون گفتم پس فقط داستان این که ما مریض رو ببریم رو تخت جراحی و یه داروی بهش بدیم و مریض بیهوش و تمام اینجوری نیست بنابراین قبل از جراحی ممکنه ما این سری داروها مثلا پنتازوسین رو که یک داروی اوپیویدی برای بیدردی بهش بدیم دیاسپام جزو بنزودیازپین ها رو برای کاهش استراب بیماری که میخواد جراحی بشود بهش بدیم رو برای استبیلایز کردن سیستم اتونوم بدیم بعد تازه موقع خود جراحی هم فقط از یکی یا دو دارو استفاده نمی کنیم همطور که می بینید میدازولام، سوکسینیل کولین به عنوان ماسر ریلکسن، هالوتان که گاز بیهوش کننده است، اندو او که باز گاز بیهوش کننده است و وقتی که این دوتا با هم به کار برن مقدار مک هر کدوم یا اون مینیموم آلوولار کانسنتریشن هر کدوم کاهش پیدا میکنه و توکسیسیتی رو کاهش میده و پانکرونیوم، به عنوان ماسر و بعد تو دوره ریکاوری که تمام این ها رو قطع میکنیم مثلا فرض کنید نوستیگمین برای ریورس کردن اثر نوروموسکولار بلاکید و اینکه بیمار بتونه دیگه خودش حرکت بکنه و پنتازوسین میدیم که باز برای بیدرد کردن بعد از جراحی نگاه کنید ببینید چه تعداد زیادی از داروها باید خیلی هوشمندانه و عاقلانه و مدبرانه استفاده بشه از قبل از عمل، هین عمل و بعد از عمل تا بیمار یک بیهوشی مناسب خوبی داشته باشه هم جراح بتونه کار جراحیش انجام بده هم کمترین آسیب و عوارض به بیمار تحمیل بشود خب با این حساب داروهای بیهوش کننده به دو دسته اصلی تنفسی و تزریقی تقسیم می شدن خواص داروهای تنفسی تا حد زیادی تابع قوانین فیزیکی گاز هاست حالا هر گازی میخواد باشه گرچه همونجور که خدمتتون عرض کردم عوامل فیزیولوژیک هم مد نظر باید باشه مثلا که این گاز توی بافت چربی چقدر محلول هست یا نیست و عواملی از این جهت یا مقدار پرفیوژن ریه چقدر هست اینها رو باید مد نظر داشته باشیم ولی برها گازهای بیهوشی هم یه گازن مثل بقیه گازها و همون خواص فیزیکی رو کم و بیش دارن داروهای بیهوش کننده کینتیک و دینامیک متفاوت دارن و اگر میخوایم ازشون استفاده کنیم این عوامل رو باید بشناسیم و به جا ازشون استفاده کنیم بعضی از داروها میتونن تحریک قلب و عروق بدن به ندرت اکثرشون ساپرشن قلب و عروق و تنفس میدن همه اینها رو باید مد نظر داشته باشیم برای یک بیهوشی متعادل یا بالانس آنستزییا یک کلکسیونی در حقیقت از داروها ما به کار میبریم فقط یک یا دو داروی بیهوش کننده به کار نمیبریم هم قبل از عمل هم هین عمل و هم بعد از عمل انواع اقسام داروها رو ما استفاده میکنیم تا بتونی بیمار یک روند خیلی کم خطر و کم هزینه ای رو از نظر بیهوشی طی بکنه منابعی که براتون استفاده شد این منابع هست امیدوارم که بتونید یک نگاهی بهش بندازید خیلی ممنون از توجه شما شب و روزتون و عاقبتتون بخیر